بعضی میگن که آقا یعنی چی؟ خیلی کمدیه ها، میگیم چطور مگه؟ میگه یه دختر و پسر همین که یه جمله عربی بگن، او بگه بله، او بگه بله، بعد یهو به هم دیگه محرم شدن. نگاه نکنید به این که یه کلمه بود یه جمله بود، این اجازه از خدا بود. این دختره میخواد آرایش کنه بری بیرون، باباش میگه رفتی خونه شوهرت، هر غلطی میخوای بکنی بکن، تا وقتی تو این خونه هستی حق نداری. این فقط میخواد ازدواج کنه که غلط بکنه. فرمود پیامبر عزیزمون در اسلام هیچ بنایی، آه خیلی عجیبه این کلمه های هیچ، خیلی جالبه، در اسلام هیچ بنایی عزیزتر و ارجمندتر و محبوبتر از ازدواج نیست نزد خدا. بحث ازدواج و خانواده رو از این لحظه خدمتتون برگزار میکنیم، منتها دو تا نکته رو خیلی لازمه که اولش بدونیم. نکته اول این که اساساً تو کلاس ازدواج خانواده ما محوریت بحثمون کمتر مباحث روانشناسیه. چرا؟ چون اصلاً اونجا در دنیای غرب خصوصاً ازدواج به این شکل که اینجا مرسوم و متداوله نیست، اونجا بیشتر ارتباطاتش. واسه همین شما اصلا کتابی تو روانشناسی ندارید به من معرفی کنید به طور جدی، مثلا بگید 5 تا کتاب جدی در زمینه ازدواج، خیلی تک و توک بتونید کتابی پیدا بکنید که مثلا یه روانشناس غربی بوده ازدواج نوشته. عمدتا ارتباطاته، ازدواج به این شکل مرسوم نیست. معمولش هم اینطوریه که مثلا توی سن و سالی که احساس تنهایی میکنن، خصوصا سنای بالا، آرام آرام مثلا به این فکر میفتن که یک کسی رو میخوان که همشون باشه، کنارشون باشه. تازه اونجا هم خیلی مقید به این نیستن که تا آخر با هم زندگی کنند. یه خانواده‌ای رفته بودن تو یکی از کشورها، یه زن و شوهری بودن که 40 سال با هم زندگی کرده بودن. بعد اون طرفی که پاسپورت‌ها رو تحویل میگرفت میگفت یعنی شما 40 سال داره با هم زندگی میکنید؟ خیلی با تعجب چشاش گرد شده بود، یعنی چجوری دو نفر آدم 40 سال با هم دیگه به این شکل. پس بحث ازدواج مطرح نیست. حالا تو بحث خانواده شاید یه چیزایی پیدا بکنیم از مطالب روانشناسی های غربی، ولی تو بحث ازدواج نیست. پس چی؟ محوریت بحث ما بحث های اعتقادی ماست و بحث عقلیه. یعنی خودمون عقلا میشینیم فکر میکنیم به عنوان مثال که دوستی دختر و پسر برای ازدواج قبلش لازمه، خوبه، باید، مفیده، مؤثره یا نیست. عقلا وقت 20 دلیل عقلی میگیم در تایید عدم تاییدش به وقتش. پس بازم تأکید میکنم کلاس ازدواج و خانواده ما خصوصا بحث ازدواجش مبتنی بر مباحث اعتقادی ماست. مطلبی داریم، حدیثی، روایتی، نکته به این شکل است. به خاطر فقری که اصلا ما داریم تو مطالب ازدواج روانشناسی غربی، خصوصا خیلی مطالب هست که تو زندگی ما هست. مثلا ما چیزایی داریم به نام مهریه، ما چیزایی داریم به نام جهیزیه، ما اصلا داریم به نام عقد به این سبک و سیاقی که خودمون داریم، اصلا اونجا مطرح نیست این حرفا. به هر حال این نکته اول که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. نکته دوم اینه که مقایسه نشه. کلاس NLP یه کلاس دیگه بود. شما هیچ وقت تو کلاس آشپزی رو با کلاس خطاطی مقایسه کنید، کلاس خطاطی رو با کلاس ورزش مقایسه کنید و همه اینا رو با کلاس کامپیوتر. اینا کلاس‌های دیگه از هر کدوم یه شکلیه، هم مطالب، هم محتواش، هم نحوه برگزاریش متفاوته. و نکته سوم این که تو کلاس ازدواج و خانواده ما کلاس داریم دیگه، من حرف نمیزنم فقط. یعنی هر مطلبی رو که شروع میکنیم سعی میکنیم شما رو هم ازتون کمک بخوایم و محبت کنید. هر کدوم یه موضوعی، مطلبی رو که به وقتش عرض میکنم بفرمایید. بریم اول ببینیم عناوین بحثمون چیه. اول میریم برای این که چرا باید ازدواج کنیم. فلسفهش چیه؟ حکمتش چیه؟ چرا باید ازدواج کرد اصلا؟ در قسمت بعد انگیزه های مثبت و منفی ازدواج رو میگیم. انگیزه های مثبت و منفی ازدواج رو. در قسمت بعد سن ازدواجه. سن ازدواج وقت همه چی هست دیگه. تفاوت سنی لازمه، لازم نیست. اصلا آدم چند سالش باشه خوب ازدواج کنه. ازدواج به هنگام که، ازدواج دیر هنگام یعنی چی؟ عرض به خدمتتون که بله، فاصله سنی مناسب بین دختر و پسر چقدر باشه. بعد از مبحث سن ازدواج ما موانع ازدواج رو داریم، چه چیزایی مانع ازدواج انسان میشه و چجوری مانع رو باش برخورد کنیم.
بعد بحث عرض به خدمتون که معیارهای انتخاب همسر، بعد که معیارها رو شناختیم راههای شناخت. حالا من فهمیدم یه همسر خوب باید این معیارها رو داشته باشه، از کجا پیداش کنیم؟ وقتی راههای شناخت سه تا مطرحه، یکی خواستگاریه، یکی دوستی قبل از ازدواجه و یکی هم بهترین راهه. بعد دیگه یه مباحثی باز تو خود اینا مطرحه، میریم سراغ این که حالا اگر دیگه انتخاب شد و شناخت حاصل شد، تعیین مهریه است رو، بحث بله برون از این حرف هاست. بعد از مهریه دیگه طبیعی کار اینه که بحثای عقد مطرحه و دو عقد، یعنی اینکه مدت عقد، دوران عقد، وظایف ما چیه، چه کار باید بکنیم، چه کار نباید بکنیم، چه چیزایی رو باید ازش پرهیز کرد تو دوران عقد، خطراتش چیه. بعد که عقد انجام شد یه سری خریدها داریم ما، خریدهای عروسی داریم، بعد جشن عروسی داریم. جشن عروسی دیگه همه اون چیزی که هست، از گلی که بخریم و دست عروس خانم بدیم و تا اینکه ماشین رو گل بزنیم و تالاری بگیریم و باقی خونه‌ای تا بکوبیم یا نکوبیم. عرض به خدمتتون که جشن رو که گرفتیم دیگه فکر کنم پاتختی باشه. آها، این وسط یه جهیزی هم داریم تو این دوران عقد، معمولا جهیزی هم تهیه میشه قبل از ما. اینایی رو که هست صحبت میکنیم، چی درسته چی غلطه، چی کار باید بکنیم چی کار نباید بکنیم. خیلی خوب، بحث رو شروع میکنیم با اون بحث اول که چرا باید ازدواج کنیم. خب این سوال مطرحه، اصلا مجردی رو عشق است؟ سری که درد نمیکنه دستمال نمیدن، من آقا راحتم، من دارم زندگی رو میکنم، چه زومی داره بیام الزاماً ازدواج کنم؟ خصوصا اینکه میبینیم بعضی ها ازدواج کردن با تمام فکراشون و تحقیقا و مشورتهاشون آقا خراب کردند و زدن به کاسه کوزه همدیگه و با همدیگه درگیری دارن، مجره دارند. آقا نمیخواد، من همین مجرد میمونم. ببینیم اول چرا باید ازدواج کنیم. یه اصلی هست به نام اصل هدفمندی، که برای باز کردن این بحث اولی جمله از امیرالمومنین علیه السلام بسیار به کار ما میاد. حضرت علی علیه السلام میفرماید که یا کمیل، خطاب به کمیل که عرض به خدمتتون که دعای کمیل هم ایشون تعلیم دادن حضرت، میفرماید که یا کمیل ما من حرکتن الا و انت فیا محتاجون الا معرفته. بسیار قابل تأمل، جمله فوق العاده عجیب غریبیه. میفرماید یا کن هیچ حرکتی نیست مگر آنکه تو در آن نیازمند شناختی. هیچ حرکتی نیست، هر کاری میخوای کمیل انجام بدی، حالا خدا به همه است دیگه، هر کاری انسان انجام میخواد بده نیازمند شناخته. ببین وقتی گفته میشه هیچ حرکتی نیست، یعنی دیگه همه حرکت ها دیگه، هر حرکتی میخوای کار کنی نیازمند شناخت، میخوای شغلی برای خود انتخاب کنی، میخوای درس بخونی، میخوای تفریح کنی، میخوای مسافرت بری، میخوای ازدواج کنی و همه کارهای دیگه، هر کاری انجام دادنش نیازمند شناخته. حالا شناخت یعنی چی؟ ببینید معمولا برای شناخت ما به یک ابزاری متوسل میشیم به نام عقل. برای اینکه شناخت پیدا کنیم عقله، یعنی با عقلمون نور میندازیم تو تاریکی ها شناخت پیدا کنیم. عقل رو چجوری فعال میکنیم؟ معمولا با فکر کردن. ببینیم فکر میکنیم چجوری فکر رو تحریک کنیم؟ فکر معمولا با سوال کردن تحریک میشه. شما دقت کنید هر وقت دارید فکر میکنید دارید سوالایی میپرسید، مثلا فردا چی کار کنم؟ یه سوال مطرح میکنید که دارید فکر میکنید. اصلا انسان نمیتونه فکر کنه ولی یه سوالایی تو ذهنش نپرسه، از خودش رو پاسخ نده به خودش.
فردا چیکار کنم، چجوری برنامه‌ریزی کنم، به او چی بگم، چجوری کسب و کارم رو رونق دیگه ای بدم، چجوری میتونم پسرم رو یه کمی در تربیتش موفق تر شم. هر وقت میخوایم فکر کنیم سوال میکنه. حالا اون سوالی که منجر به شناخت میشه دو سوال بسیار حیاتی، حساس و مهمه، و اون اینه که چرا، چگونه. بسیار مهمه. هر کاری میخوایم بکنیم خود مقید کنیم خانم آقایون که بپرسیم چرا و چگونه. چرا میخوام درس بخونم و چگونه باید درس بخونم؟ چرا میخوام کار کنم و چگونه باید کار کنم؟ چگونه کاری رو باید انجام بدم؟ چرا میخوام مسافرت برم و چگونه باید؟ چرا میخوام تفریح کنم و چگونه باید؟ هر کار. چرا میخوام کلاس بیام و چگونه باید حضور داشته باشم؟ حالا ولی هیچ حرکتی نیست. اوج این حرکت ها ازدواجه که نیازمند شناخته. پس دو سوال اساسی رو باید جواب بدم. چرا باید ازدواج کنم؟ خیلی ها هستن که بعد از یه مدت از زندگیشون که میگذره پشیمون میشن. ای بابا مجرد بودیم، بی خودی خودمون رو به درد سر انداختیم، خودمون رو اسیر کردیم، خودمون رو گرفتار کردیم. اینا که وقتی بعد مدتی پشیمون میشن، احساس پوچی میکنند، احساس ندامت میکنند، برای اینکه از اول این چراها رو درست جواب ندادن. بهش میگن چرا میخوای ازدواج کنی؟ خب همه ازدواج کنن دیگه. ازدواج نکنیم چی کار میکنیم؟ این شطوریه که در خونه همه میخوابه. یعنی خیلی اینجوری ازدواج میکنن، خدا گواهه. برای بعضی الان عجیبه، ولی بعضی دیگه هستن اینطوری اند. یعنی بهش میگن خب چرا ازدواج کردی؟ دیگه بالاخره این مرحله‌ای از زندگیه دیگه. دیگه مرحله از زندگیه. همه رفیقام ازدواج کردن، ظاهرا هم ازدواج کرد. شطوریه و بس. شطوره مطرح میشه موقع ازدواج که در اگر خونه میخوابه. چرا باید ازدواج کنیم؟ فلسفه و حکمتش چیه؟ انگیزه هاش کدومه؟ برای اینکه ببینیم چرا باید ازدواج کنیم تا بعد به چگونگی این ازدواج فکر کنیم، بیایم بحث انگیزه ها رو باز کنیم. انگیزه های منفی، انگیزه های مثبت. اولین اونایی که با انگیزه های منفی ازدواج میکنن چه انگیزه هایی دارن؟ پس عنوان ما این میشه انگیزه های منفی ازدواج. من دو سه تا عرض میکنم، بعد دیگه شما دست بلند میکنید، هر کدوم یه نکته اضافه میکنید. بعضی ها انگیزه شون از ازدواج پوله، ثروت. یعنی چرا ازدواج کرد؟ توی بحران مالیه، یا اصلا نگاه مادی داره، خیلی نگاه مادی داره، یا تو خانوادهشون تو یک وضعیت مالی نچندان خوشند بوده، پول در اختیارش نبوده، به این خاطر. واسه همین یه شوهر پولدار که میاد اوضاع عوض میشه، خیلی قصد ازدواج نداره، ولی وقتی میره ماکسیماش دمه در پارکه، وقتی میفهمه یه همسر پولدار اومده به خواستگاریش، وقتی میفهمه پدر دختره مایه داره و ازش متفاوته، یه کمی انگیزه ازدواج پیدا میکنه. خیلی مصمم نبود، دلایل قطعی و محکمی هم برای ازدواجش نداشت، اما پول و ثروت او یا پدر او دختر اوضاع رو متفاوت کرد. یکی از انگیزه های منفی ازدواج پول ثروته. حالا اینکه چرا منفیه اشاره بهش بعدن میکنم دوباره. دومین انگیزه ازدواج زیبایی. اینا هر کدوم یه بخشی رو در بر میگیره ها. خوشتیپ پسر فولاد، خوشتیپ دختره خیلی زیباست، این زیبایی میشه انگیزه ازدواج. سومین انگیزه منفی ازدواج مقامه. حالا یا وصل به یه مقامی بشه یا خودش به مقامی برسه. مثلا فقط وقتی میفهمه که او یه مقام یا عنوان اجتماعی عالی دارد، خیلی قصد ازدواج نداره، و میفهمه که وکیل پایه که دادگستری است و 6 تا عنوان دیگه هم پشتش، پزشک متخصص قلب و عروق با 4 تا عنوان هم بر او. اینا انگیزش رو عوض میکنه، میل به ازدواج رو درش تقویت میکنه. پس اینم سومیش. حالا من دیگه دلم میخواد شما بفرمایید، یکی یکی دست بلند کنید انگیزه های منفی ازدواج. خانم محترم آفرین. چهارمین نکته ای که فرمودنش فراره. حالا این فرار کجاها پیش میاد؟ تو خانواده‌ای که تنش زیاده، اصلا پدر مادر همش با هم دعوا دارن، درگیری، فضای خونه استراب، تنش، مشاجره است، درگیری، دعواست. گاهی اوقات پدر مادرها با هم دعوا میکنن، فضای خونه متشنجه، بچه‌ها میخوان درن که به قول خودشون یه جایی که آرامتر باشه زندگی کنند. گاهی اوقات خود پدر مادر با بچه‌ها مشاجره و دعوایی دارند. به هر حال یا فرار از پدر و مادر که با هم دیگه تنش دارند، یا فرار از دعوایی که با من دارند.
پنجمین انگیزه منفی ازدواج آقای محترم ترحم. اینم زیاده، اینم کم پیش نمیاد. یعنی خیلی انگیزه و میل به ازدواج نداره اما دلش میسوزه. کجاها پیش میاد؟ مثلا اینه که این دختر خالش خواستگاری نداره، خیلی هم زیبا نیست، یکم هم افسرده شده بنده خدا. یه دفعه احساس سوپرمن بودن درش قوت میگیره و میگه برم که اونو نجاتش بدم، اسباب خوشحالی اونو فراهم کنم. گناه داره اونم بنده خدا میخواد شوهر کنه. میبینه که این پسر توی فضای خانوادگی خیلی بحران زده است، دلش واسه این پسره میسوزه. یا این پسره بیه میکنه، جان مادرت، اشکش هم در میاد، دلش میسوزه واسش. بعدم تهدیدم کرده من خدا میکشم اگه بگی نه. میبینه که این فلجه، بنده خدا پا نداره، رو ویلچره و دلش میسوزه براش. کی میخواد اینو بگیره؟ کی میاد با این ازدواج کنه؟ کی میاد زنی بشه؟ و صرفا ترحمه، یعنی هیچ انگیزه جدی قوی بالاتر مثبتی نیست، فقط دلش میسوزه، رحمش میاد. این دختران خیلی کتکش میزنن تو خونه، پسره دلش میسوزه واسش، میگه بذارین نجاتش بدم از دست ضرب و شتم بابا. بله؟ استفاده کردن مزایای ازدواج. بله، حالا مزایای ازدواج من می‌نویسم استفاده از مزایای ازدواج. حالا این مختلفه، مختلفم هست. مثل چی؟ گاهی مزایای ازدواج شغله. داشته تو خیابونت میشه نوشته که راننده متأهل برای آژانسمون نیاز داریم. دیدی که بابا مجرده که نمیتونه. گاهی اوقات داشتن یه شغلایی یه جای فشار مالی داره، شغل میخواد، شغلش هم نیازمند اینه که متأهل باشه. گاهی اوقات یه تخفیفایی در سربازیه، سربازی میفته در مشهد، چارم هم کم میشه. سربازی میفته در خود شهر خودش، در تهران، در مشهد، در مشهد. هفت، مهاجرت. هفتمین انگیزه منفی ازدواج که اینم خیلی مهمه، مهاجرت. حالا مهاجرت ابعاد مختلف داره. چجوری عرض میکنم؟ گاهی اوقات تو روستاست یه خواستگار براش میاد، مال اطراف نهاوند یه روستاییه، بعد یکی میاد مال خود نهاونده. ای شما تو شهرید؟ خیلی قصد ازدواج نداشت اما وقتی فهمه شهری اومد، گاهی اوقات نه، یه شهریه میخواد یه مرکز استان، انگیزه ازدواج کنه. خیلی دلایل قطعی و محکمی نداره، معیارهاش هم خیلی صحیح نیست، اما تا میفهمه خواستگاری از تهران داره. چی گفتی؟ بعد حتما میریم تهران زندگی میکنیم. اینو یکم بلندتر بگو. و گاهی اوقات هم خارج از کشور، میگه من دو ماه اومدم ایران، میخوام یه دختر انتخاب کنم و بعد برم سوئد. یه دفعه میبینی کسی که اصلا میل به ازدواج داشت، یه دفعه میبینی چقدر ازدواج دوست داره. هشت، کی میگه؟ بله، خودنمایی یا فخر فروشی. با همون معمولا فخر فروشی ها با همون آدمایی ان که صاحب شهرت و عنوان و مقام و موقعیت اجتماعی ظاهرا خوبه. مثلا با این پزشکی ازدواج میکنه تا بزنه تو دهن دخترش. این مال منه. با این شخص ازدواج میکنه که 4 کارخونه داره، که بگه که گاهی فخر فروشیه. و همین هم گاهی اوقات مانع ازدواجه. ای حالا با یه پزشکی ازدواج کرد، این منتظر یکی بیاد با یک کلاس دیگه، با یک موقعیت دیگه که این حال اونو بگیره، رو دسته ای بزنه. گاهی برای خودنمایی، گاهی برای فخر فروشیه. نه، شما خانم محترم. آفرین. ترس از تنهایی. این خصوصا کجا رخ میده؟ وقتی سن ازدواج یکم بالا میره. یا یکی از والدین فوت میکنه. اولش میگه نه نه قصد ازدواج ندارم، نه 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 نه، یهو مینه که سنش اصلاش یکم رفت بالا، بعد مینه بابا هم فوت کرد، مادرم دیگه یواش یواش یه طوریش داره میشه، بعد میگه این داداشم که ازدواج کرد، خواهرم که رفت، بعد من چی میشه؟ یهو
این ترس از تنهایی یهو میشه براش انگیزه ازدواج. تا دیروز اصلا انگیزه ازدواج نداشت، اصلا چرای محکمی برای ازدواجش نداشت. ترس از تنهایی، یکی وقتی سن میره بالا، یکی وقتی والدین فوت میکنند یا خواهر برادرها ازدواج میکنند، دور و برش خالی میشه، انگیزه ازدواج میشه برای شخص. ترس از تنهایی. دیگه بفرمایید شما محترمی تمام بسار خانم ها. آفرین. ده، رسیدن به آزادی های کاذب اسم شما میذاریم، چون عموماً کاذب. چجوری حال ارز کنم؟ این دختره میخواد آرایش کنه بری بیرون، باباش میگه رفتی خونه شوهرت، هر غلطی میخوای بکنی بکن، تا وقتی تو این خونه هستی حق نداری. این فقط میخواد ازدواج کنه که غلطاشو بکنه. یعنی ازدواج یک مفریه برای اینکه بتونه کارهایی که، یا این پسر میخواد یه تیپی بگرده، یه مدلی بگرده، با یه کسانی بگرده، مادرش هی گیر میده بهش، باباش هی بهش گیر میده، میگه ازدواج کنم مستقلشم که دیگه. چون اونم گاهی اوقات میگن تا وقتی پا تو این خونه میذاری، نون منو میخوری، حق نداری. میخواد یه مجالس خاصی بره، شب نشینی های خاصی داشته باشه، آزادی هایی داشته باشه واسه خودش، کارایی کنه، خانواده ما نمیشن. رسیدن به آزادی های کاذب دهمین انگیزه منفی ازدواج. خان محترم، هوسرانی. ما اسمشو میذاریم که غرایز جنسی، ارضای تمایلات جنسی، این میشه انگیزه ازدواجش. اگر نه خیلی کاری نداره، میخواد با این آدم زندگی کنه، چند سال زندگی کنه، کیه چیه فلان. 12، شما خانم محترم، حس استقلال. 13، چرا میتونه منفی باشه؟ بعدن این صحبتی میکنم. شما خانم محترم، اصرار اطرافیان، یا اصرار اطرافیان یا ترس از حرف مردم. حالا نمیدونم اینو میشه آردن بهش جدا یا با هم نوش. گاهی اوقات بابایه اصرار میکنه، مادره اصرار میکنه، گاهی ترس از حرف مردم. ای دیگران گیر میدن، چرا ازدواج نمیکنی؟ چطور شما ازدواج نکردی؟ مشکلی رخ نداشته باشی؟ ترس از سرزنش مردم، نگاه مردم، حرف مردم، اینم میشه انگیزه برای ازدواج براش. 14، خانم محترم، کمبود محبت. اینم می‌نویسیم، بله، کمبود محبت. حالا البته نزدیک به اون بحث فراره، اصلا تو خونه بهش محبت قابل توجهی نمیشه، ازدواج رو به عنوان یک امکانی نگاه میکنه برای اینکه بهش محبت بشه. 15، خیلی دیگه هستا، یادتون نیست الان شما، باید یه ذره فکر کنید من بگم، شما بفرمایید. بله بله. چی؟ شهرت. حالا اینو با مقام و شهرت رو بذارید یه جا بنویسیمش. شهرت میشه جدا هم بنویسیم، چون باز خیلی مهم. الان که نوشتم باز پشیمون شدم که جدا مینوشتم. این برای کیا پیش میاد؟ دیدی بعضیا خیلی، خدا میشه این همسر من باشه؟ هنرپیشه جدا امین حیایی ازدواج کرده؟ برای بعضی خنده داره. من حالا چون خیلی از اون موضوع میگذره عرض میکنم، یه خانومی یه بار گریه میکرد پیش من، باور کنید کمتر گریه ای من تو این سالها این شکلی دیدم، به زار بیشتر شبیه بود. گریه میکرد که شما تهران میری؟ بله. کلاس تهران داری؟ بله. تو تلویزیونم گاهی میری؟ بله. شبکه 3 مجری هست، من میخوام ببینم این ازدواج کرده یا نه. میگم خب حالا مثلا گیریم که فهمیدی ازدواج نکرده، دختری بود که هیچی کم نداشت، مثلا بگید که مثلا یه جوری بود، نه دختر خوب مناسبه من بچه، ولی میگم یه جوری به گوش این برسون چون من که مثلا یکی هست که اگه بخوای فلان. حالا گاهی اوقات همینطوریه، یکی دوست داره با یه هنرپیشه ازدواج کنه، حالا برای شما ممکنه کمتر باشه، کسانی که ازدواج نکردن تو جمعه، ولی باز برای خیلی ها هست، دوست دارن به کسی که شهرت داره منصوب بشند تا خودشون هم این مقدار بی بهره نباشند. 15، چشم همچشمی. این همونیه که حالا شاید با میشد کنار خودنمایی فرق فروش یا چشم همچشمی هم گذاشت، که ای با کی ازدواج کرده، من با یکی بیشتر از او، بهتر از او، بالاتر از او.
اونایی که کمتر شرکت میکنن بفرمایید. عامل این قضیه پدر مادر هستن. چیه؟ مثلا اینکه بهتر شدن روحیه یا سلامت جسمیش. مثلا اینه که دخترش افسرده است، پسرش خیلی پرخاشگره، پسرش فوق العاده رفیق بازه، پسرش معتاده، میگه بلکه زنش بدیم، بلکه زنش بدیم این اعتیاد و رفیق بازیشو بذاره کنار. این پسر خیلی پرخاشگره، خیلی ناسازگاره، یه افسرده هم هست، زنش شوهرش بدیم بلکه آرام آرام حالش خوب بشه. این غلط رفتاری پدر مادر است که به این طریق بچه‌ها رو وادار میکنن به ازدواج. متأ خیلی گاهی اوقات برونه میارن که به این علت میگیم ازدواج کن. بفرمایید. بیکار زنش بدیم که کار پیدا کنه. حالا بله بله، این وقتی خودشه که میخواد با ازدواج شغل پیدا کنه، یا خانواده میگن. این گاهی اوقات بعض وقتا یکی بیکاره اینجوری هم هست، یعنی فرمایش آقای محترم رو اینجوری هم میشه تفسیر کرد، به گاهی دیدش حتی مثلا میبینه که باباش موقعیت کاری فوق العاده داره بابای دختره، و میدونه اگر با این دختر وصلت کنه یه جایی بالاخره تو دفتر شرکتش، مغازه‌اش، کارخونه‌اش بهش میدند. بفرمایید. به صرف بله بله بقای نه میگه یه خورایی ها تموم نشن. خب اگه منم بمیرم نسل اورایی منقرض میشه مثل دایناسورها که منقرض شدن. عرض به خدمتتون که از این جهته که میخواد. اینم گاهی اوقات باباها باز اینو که این پسر زودتر ازدواج کنه، پسردار بشه، به لطف الهی این نسل تداوم پیدا کنه. بفرمایید. ترس از ازدواج طرف، من اینجوری میگم اون طرف پس یه طرفی هست دیگه. 18 ما میگیم رسیدن به عشقهای کاذب. خیلی انگیزه ازدواج نداره، ولی میبینه که با یه دختری دوسته، با یه پسری دوست بوده، این دختر و پسر با هم مدتی دوستن، میبینه که هیچ جوری این دوستی نمیتونه ادامه پیدا کنه. گاهی آقا دختره میگه آقا بیا منو میخوای یا نمیخوای، اگه منو میخوای بخوا بیا خونمون دیگه، بیا با خانوادت، بیا خانواده ما هستن، از من خواستگاری کن. اول میگه باشه میام یه ذره معطلش میکنه، بعد میبینه دیگه این گیر داده دیگه رابطه رو قطع میکنه، میگه میام صبح میام. یعنی این فقط ازدواج رو امکانی باز میبینه برای اینکه به عشقش برسه. این در حقیقت میخواد دوستی و رابطهش با این پیدا کنه. الزاما به این نتیجه نرسیده که اصل ازدواج خوب است و این فوایدو داره و این اون همسر ایدئالشه که با معیارهاش میخونه. میخواد به عشقش برسه، این رابطه احساسی خاتمه پیدا نکنه، این وابستگی عاطفی رو نمیدونه با شکار بکنه. رسیدن به عشق کاذب. حالا گاهی اوقات ایشون الان اینجوری فرمودن که ترس از ازدواج طرف. آره یه وقتی هم اون طرف براش خواستگار اومده این هول میکنه که زودتر بره اقدام کنه. 19 آفرین آفرین. فراموشی، فراموشه، فراموش کردن شخص، یعنی با یکی بوده و حالا به هر دلیل یا او اصلا مرده، یا او اصلا رفته خارج از کشور، یا ازدواج کرده، این برای اینکه اونو به فراموشی بسپاره ازدواج میکنه، یا دیگران میگن ازدواج کن که فراموشش کنی که حالت خوب بشه. دیگه آها آفرین آفرین. چی برام میدن ایشون؟ میگن یه شخصی با یه نفر دوست بوده، او دفته ازدواج کرده، برای اینکه حالشو بگیره میره ازدواج میکنه و جلوی اونم حتما تو محلم را میره که دیده هم بش. 20 ما اسمشو بذاریم چینو؟ انتقام. ها؟ انتقام گاهی اوقات انگیزه ازدواجه. یه دونه عنوان دیگه هم بخوایم براش اضافه کرده باشیم، میگیم اسمشو اعتقادات غلط، باورهای غلط، که میتونه اونا همین قضیه باشه. چرا حالا این غلطه؟ جلسه بعد در موردش صحبت میکنیم. تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون.